سلام به شما همراهان خوب و با صفا. این روزا بنده موشکاف هر جا میرم ازم میپرسن آقا این داستان مذاکرات چی شد؟ تو یه جمله پاسخو اینطوری بهتون میدم: وای وای چطور شد؟ وای وای چطور شد؟ بابا خامنه ای زهر رو چشید، این برکی اون برکی، ولو شد چطور شد؟ ولو شد. من قبلا هم گفتم که راجع به جزئیات مذاکره معمولا توی اخبار و در علن صحبت نمی کنم. مسیریه، اگر در پایان امروز به نتیجه برسیم رسیدیم، اگر نه روند یک هفته دیگه، ده روز دیگه ادامه پیدا خواهد. اصلا هم لازم نیست واسه گفتن جزئیات به خودت فشار بیاری، مهم کلیات داستانه که عبارت است از گیر کردن سیلی تو تله مذاکرات. دیگه سوالی نیست؟ به نظر میاد خوشبینی های دیروز امشب خیلی کم فروغ شده. چرا امروز مذاکرات به نوعی گره خورده؟ علت گره خوردنش به گره خوردن ریش سیدعلی به دنب کوسه برمیگرده. حالا ریشو کی گره زده؟ خود کوسه. چجوری؟ اینجوری. رهنمودهای اخیر رهبری در مورد حمایت از تیم مذاکره کننده بسیار راهگشا و بامعنا بود. تندروها میخواستند تیم مذاکره کننده را سازشکار معرفی کنند، ولی حمایت رهبری باعث شد در دنیا جدی گرفته شوند و وزیران خارجه راهی ژنو شدند. اگر به دنبال تحقق منافع و مصالح نظام هستیم، باید متحد و یک پارچه باشیم. بله، همونطور که دیدید کوسه هی میخواد حمامه سیدعلی رو بذاره وسط میز مذاکرات تا باقی جونورای نظام رو هم بکشونه دنبال دم خودش. حالا دمش کیه؟ خب معلومه، دمش شیخ پریه دیگه. اینا ببین حرفای کوسه رو چجوری غرغره میکنه. دولت در یک شرایط خاصی مسئولیت اداره کشور را بر عهده گرفته. شما میبینید که امروز دولت با مسائل پیچیده داخلی و با مسائل خارجی روبرو هست. ما در مسائل خارجی نیاز به حمایت مردم داریم، نیاز به حمایت مجلس داریم، نیاز به هدایت و حمایت رهبری معظم داریم، نیاز به اجماع داخلی داریم. اما پامنبریای خامنه‌ای به جای حمایت رفتن واسه لگد پرونی قهرمانانه و نیشگون گرفتن از شیخ بری. ایران عقیده دارد اگر همین حالا تضمینی از گروه 5 به علاوه 1 گرفته نشود که در توافق جامع غنی‌سازی ایران را خواهد پذیرفت و همه تحریم ها را لغو می کند، آن وقت ممکن است چنین تضمینی دیگر هرگز به دست نیاید و آمریکا پس از آنکه جلوی پیشرفت برنامه ایران را در توافق موقت گرفت، در مذاکرات درباره توافق جامع خواستار برچیده شدن غنی‌سازی در ایران شود. از اون طرف هم طرف حسابا به ناقصی جسم عظما و مردنی بودن یارو پی بردن، واسه همین تخت گاز گذاشتن پشت دیپلماسی چلوندن. امریکا به اصل تحریم ها دست نخواهد زد و هیچ اقدامی برای رفع تحریم نفتی و بانکی ایران انجام نخواهد داد. حالا جان من تو این وضعیت سیدعلی رو تصور کنید که چه حال و روزی داره. اگه با نعلینش بکوبه زیر میز مذاکره که نمیشه، تحریما نفسشو میبره، اگرم ادامه بده که بیشتر میچلوننش. حالا فهمیدی چرا اول برنامه گفتم
حاجی این ورکی اون ورکی بلا شد بلا شد جون شما بلا شد. موشکار با آقای موشکار.